آدینه با آقای منشه امیر، میزبان خانم نگار نازنین. با بهترین درودها برای همه بینندگان، شنوندگان و کاربران این برنامه و همه ملت ایران در سرزمین پهناور وطنی و همچنین در سراسر دنیا. مشکل می توانیم فرارسیدن آدینه و آخر هفته رو شاد باش بگیم، زیرا اکنون هفته های متمادی است که آدینه های وطن ما و همه ایام دیگر غرق خون است و هنوز معلوم نیست که این حکومت اشغالگر چه هنگام حاضر خواهد شد چمدان ها را ببندد، راه عدم را در پیش بگیرد و ملت ایران را رها کند. موقعیت رژیم روز به روز بدتر می شود. مردم بر شدت پیکار خود برای برانداختن این رژیم می افزایند و به این باور رسیدند که تلاش نباید متوقف شود و حیاتی است که این کوشش باید تا رسیدن به نتیجه نهایی همچنان ادامه یابد. درود میفرستیم به آقای منشه امیر در اورشلیم که در این آدینه نیز با ما هستند و به کمک ایشان مهمترین رویدادهای ایران و جهان را در هفته‌ای که گذشت بررسی میکنیم. آقای امیر اجازه بدید ابتدا به خیزش مردمی بپردازیم، زیرا از نظر ما مردم ایران حالا هیچ چیزی مهمتر از اون در جهان وجود نداره. آیا میشه به ادامه این خیزش تا رسیدن به نتیجه نهایی امیدوار بود؟ با درود بسیار به همه هموطنان در سراسر ایران و دنیا، با سپاس و درود بر خیزش کنندگان، با احترام به آنانی که جان خود را در راه وطن قربانی کردند. بله، ببینید، همین که در سه روز گذشته اعتصاب‌های و همه جا در جوش و خروش بود و با توجه به اینکه فراخوان ملی برای سه روز دیگر، سه روز آینده، یعنی امروز فردا و پس فردا هم تمدید شده، با قاطعیت میتوان گفت که ایزش ادامه داره، همچنان شعله ور فریاد مردم نه فقط در داخل ایران شنیده میشه، بلکه در سراسر دنیا هم هر روز شنوایی بیشتری داره. البته صدای گلوله هم شنیده میشه، فریادهای مردمی که هدف قرار گرفتن، شیون و زجه مادرانی که در برابر چشمانشون کودکانشون و نوجوانانشون و جوانانشون هدف گلوله قرار میگیرن و خون سراسر بدن اونا رو میپوشونه. بله، ادامه داره و شیوه جدیدی که مردم ایران اکنون در پیش گرفتن این است که دیگر از حکومت نمیترسن که تشییع جنازه نکنید، نمیترسن از این که فریاد خودشون رو بلند بکنن و بگویند که فرزند ما هدف قرار گرفت، نمیترسن به سوگ بنشینن، نمیترسن در آرامستان به شیون و زجه بپردازن و در برابر دوربین های گوشی های افراد اطراف فریاد خودشون رو به گوش جهانیان برسانن. نمی ترسن. ترس مردم ایران ریخته شده. حکومت هر اندازه هم که تهدید بکنه، هر اندازه هم که پدران یا مادران را بگیره، ببنده، تهدید بکنه، شکنجه بکنه، باز مردم دیگه ترسشون ریخته، چهلم رو برگزار میکنن و هر بار که فرد دیگری کشته میشه، چهلم دیگری در راهه و این اضافه میشه به همه جنایاتی که حکومت در طول تاریخ 43 ساله خودش مرتکب شده و دادگاه ها و مجامع بین المللی به خروش میان، به دست و پا افتادن، تلاش میکنن که به شیوهی
حکومت ایران رو به پای میز مذاکره محاکمه بکشونن و مجازاتش بکنن. فقط امیدوار باشیم که فشارهای بین المللی افزایش پیدا کنه، فراخوان تنها به 3 روز آینده محدود نشه، بلکه بعد از این 3 روز هم همچنان ادامه پیدا بکنه، گسترده تر بشه. اون چه که بسیار مهمه گسترش اعتصاب‌های عمومی هست، در حدی که بتونه حکومت رو فلج بکنه و عملاً نشون بده که آنها دیگر اختیار رو از کف دادن، نشون بده که آنها دیگر توان مدیریت کشور رو ندارن، در واقع در گذشته هم نداشتن، ولی به کلی دیگه تسلط بر حکومت، بر دولت، بر سرزمین، بر مردم رو کاملا از دست دادن و هر چی زودتر باید برن. بله ادامه داره و امیدواریم که همچنان دنبال بشه تا راه دیگری در برابر رژیم باقی نمانه جز آن که چمدان را همونطور که شما گفتید ببنده بره و ملت ایران رو رها بکنه. بنام نگار. آقای امیر، حتی بر اساس آماری که خود رژیم انتشار میده، هر چی زمان میگذره بر تعداد کشته شده های روزانه افزوده میشه. این واقعیت تلخ از چه چیزی حکایت میکنه؟ این کشتارها تا چه حد ممکنه مردم رو از ادامه اعتراضها باز بداره؟ بله، من با بخش پایانی پرسش شما آغاز میکنم و این که عملا ثابت شد، ما در هفته های اخیر دیدیم به ویژه در 3 روزی که فراخوان ملی سراسر ایران رو فرا گرفته بود، دیدیم که هر اندازه بیشتر میکشن این شهامت، دلاوری و قاطعیت مردم بیشتر میشه. ببینید در آبان ماه 3 سال پیش 1500 نفر رو در 2 روز و نصفی کشتند و تقریبا تونستن صدای همه مادران و پدران رو خاموش بکنن یا جلوی صدای اکثر اونها رو بگیرن. این بار ما میبینیم که نه، دیگه اختیار رو از دست دادن، قدرت رو از دست دادن، این توانایی رو ندارن که خانواده ها رو خاموش بکنن. حتی اگر مادران رو میگیرن، زندانی میکنن یا مورد تحقیر قرار میدن، ترس مردم ریخته شده. یعنی هر اندازه که بر شمار قربانیان، جان باختگان افزوده بشه، نه فقط مردم رو نمیترسانه، بلکه اونها رو تشویق میکنه که به مبارزه ادامه بدن. الان تمام دادخواهی ها داره به هم میپیونده و یک پارچه میشه و صدای ملت ایران در سراسر دنیا به صورت یک پارچه و خارج از هر گونه گرایش سیاسی یا حزبی شنیده میشه و قوت میگیره. الان برخلاف اون سالهای گذشته 40 هر قربانی علامت و نشان شعله ورتر شدن خشم مردمه و این میتونه نه فقط مردم رو نترسونه، بلکه به آنها قوت و جرأت بده که این خیزش رو گسترده تر بکنن و بهش ادامه بدن. حکومت داره اختیار رو به کلی از دست میده. خانم نگار. آقای امیر، رژیم بارها و بارها در تبلیغات زهراگین خودش علیه اسرائیل ادا کرده که اسرائیل یا به گفته اونا رژیم اشغالگر قدس کودک کشه. یعنی تفنگ‌های خودش رو طوری نشانه میره که فقط کودک فلسطینی بکشه. تا کنون یعنی 2 ماه اخیر 10 ها کودک به ضرب گلوله‌های مزدوران حکومت جون خودشون رو از دست دادن که یک نمونه اون به گلوله بستن این کودک 10 ساله بود که خشم مردم رو شعله ورتر کرده. در این باره بفرمایید. بله، شما راجع به کودک 10 ساله در ایزه سخن میگویید که ما فیلمش رو میبینیم که چقدر کودک باهوشی بود، چطور به نام خداوند بخشنده سراسر جهان سخنان خودش رو آغاز کرده بود. کشته شدن این کودک همانند قتل مهسا امینی
و همانند کشتن بسیاری دیگر از افرادی که در 2 ماه گذشته جان خودشون رو از دست دادن، خشم ملت رو افزایش میده، افزون میکنه و نشون میده که این رژیم کودک کش تا چه حد بیرحم، قسیل قلب، سنگ دل، و مردم نمیتوانند دیگر با یک چنین حکومتی بسازند. ده ها کودک در ایران در ظرف 2 ماه اخیر و در گذشته جان خودشون رو از دست دادن و هدف گلوله های واقعی یا ساچمه‌ای رژیم قرار گرفتن. شما اسم اسرائیل رو آوردید، اجازه بدید که این تفاوت بین اسرائیل و حکومت کودک‌کش ایران رو یادآوری بکنیم، و اون این که اسرائیل وقتی شلیک میکنه به سوی کسانی شلیک میکنه که اونها میخواهند اسرائیلی بکشن. همین هفته ای که گذشت یک فلسطینی با چاقوی بزرگی که در دست داشت در پمپ بنزین به یک خانواده ای حمله کرد و 3 نفر رو کشت. اونها میخواهند اسرائیلی را بکشن، اسرائیل ناچار از خودش دفاع بکنه. مردم ایران نمیخواهند کسی را بکشن. مردم ایران اسلحه در اختیار ندارن. مردم ایران عدالت رو میخوان، دادخواهی میکنن، حق خودشون رو میخوان، در راه آزادی بیان و آزادی کشورشون شعار میدن، قصد کشتن کسی رو ندارن، اصلا اسلحه‌ای در دستشون نیست، و همین افراد بی‌دفاع هستن که هدف گلوله رژیم قرار میگیرن. بنابراین مقایسه بین اسرائیل و رژیم ایران یک مقایسه غلطه، و موضوع کودک‌کشی هم کاملا از جانب اسرائیل باید رد بشه، به خاطر اینکه اسرائیل به سوی کودکان شلیک نمی‌کنه، بلکه خود ترور فلسطینی است که برای تبلیغات بین المللی کودکان رو جلو می‌فرستن که اونها هدف قرار بگیرن، و در واقع کودک فلسطینی سپر برای تروریست فلسطینی هست، ولی حکومت ایران کودک رو میکشه که حتی صدای دانش آموزان هم شنیده نشه. این از تفاوت. خانم نگار، این کشتارا میتونه مردم رو از ادامه اعتراض ها باز بداره و این فریاد رسای تک تک ملت رو خاموش کنه؟ به نظر من و اونچه که تجربه 2 ماه و اندی اخیر نشون میده، خیر خیر خیر، هر اندازه بیشتر بکشن خشم مردم شعله ورتر میشه. ببینید الان تمام دادخواهی ها به هم پیوسته، نه فقط امروز بلکه آبان ماه 3 سال پیش، بلکه دوران گذشته که بعد از شکست ایران در جنگ 8 سال با عراق هزاران نفر رو کشت، ما هنوز تعداد دقیقش رو نمیدونیم. نه، مردم هر اندازه بیشتر قربانی بدن دیگه از جان خودشون گذاشتن. مردم ایران امروز میگن ادامه زندگی در شرایط کنونی، در حکومت کنونی که همه چیز رو از مردم ایران گرفته، اقتصادشون رو گرفته، آزادی هاشون رو گرفته، شادی هاشون رو گرفته، مرگ بهتر از این، مرگ شرافتمندانه بهتر است از این زندگی خفتبار. این درسی است که ملت ایران آموخته و به جهانیان هم نشون میده، و از این نظر میبینیم که روز به روز حمایت بین المللی هم نسبت به خیزش مردم ایران بیش و بیشتر میشه. حکومت در راه سراشیب سقوط و راه جلوگیری اون وجود نداره. آقای
امیر، در اوج این خیزش مردمی، در اوج بحران اقتصادی و اجتماعی، حسین سلامی سرکرده سپاه پاسداران مژده داده که یک موشک جدید هیپرسونیک ساختن که در ظرف 7 دقیقه به خاک اسرائیل میرسه و این کشور و مردمانش رو نابود میکنه. واقعا همینطوره؟ ببینید حسین سلامی اگر جایزه‌ای در وجود داشت، جایزه رجزخانی وجود داشت، به حسین سلامی تعلق میگیره. ببینید در اوج خشم مردم و خیزش مردم، اینا نمیآیند بگویند مردم ساکت باشید، ما پیام انقلاب شما رو شنیدیم، ما به شما آزادی میدیم، یک قولی بدن که مردم، یک دستاوردی برای بهبود وضع مردم اعلام بکنن. آنچه که اعلام میکنن موشک جدیده. موشک برای چی؟ نه برای دفاع از خاک وطن، بلکه برای شلیک به سوی کشورهای دیگر. نه فقط مردم رو در داخل ایران میکشن، میخواهند که مردم کشورهای دیگر رو هم بکشن. ممکنه که این موشکی که اینها ادعا میکنن که تولید کردن در 7 دقیقه به خاک اسرائیل برسه، ولی خاک را بر سر آنها خواهد فشاند اگر که بخواهند و جرأت بکنن که چنین کاری بکنن. اینها جز فتنه، جز آدم کشی، جز تهدید مردم ایران و مردم کشورهای دیگر کاری ندارن. این حسین سلامی به این رجزخانی در حالی ادامه میده که پایه های رژیم لرزان شده و احتمال برافتادنش خیلی بیشتر شده. بفرمایید. آقای امیر، از دستاوردهای موشکی رژیم ایران دست کم از قول حسین سلامی سخن گفتیم. این در حالیه که رژیم با اعتراض‌های گسترده مردمی روبروه و به آستانه سقوط و فروپاشی نزدیک شده. همزمان می‌شنویم که به موجب آمار رسمی میزان مصرف میانگین گوشت در ایران به سالی 5 کیلوگرم کاهش پیدا کرده. این در حالیه که در سال‌های قبل 10 کیلوگرم در سال بوده. درباره به اصطلاح دستاوردهای رژیم ممنون میشیم، برامون بگید. بله، من فکر میکنم احتیاجی نداره. شما روی هر چیز که انگشت بگذارید میبینید که کمبود هست، کاستی هست، بیکفایتی هست، سوء مدیریت هست، دزدی هست، غارت هست، چپاول هست، روی هر چیزی. ولی شما به گوشت اشاره کردید، واقعا دل انسان به درد میاد. همون 10 کیلو سالیانه هم که گفتید، این حداقلی است که برای هیچ کشوری، برای هیچ مردمی کافی نیست. حتی 10 کیلو در سال کمتر از مصرف گوشت بسیاری از کشورهای آفریقایی است، تا برسه که شما الان میگید که 10 کیلو هم شده تازه 5 کیلو، چون مردم پول ندارن بخرن. بنابراین اگر 5 کیلو در سال به طور متوسط یک خانواده یا یک فرد گوشت مصرف میکنه، این انواع بیماری ها رو هم به دنبال خودش میاره. در واقع قحطی در یک کشور ثروتمندی مانند ایران که در دوران پیش از آمدن خمینی کارگرانشون حتی توانایی خرید اتومبیل شخصی رو هم داشتن یا داشتن پیدا میکردن. بله، احتیاجی به اضافه کردن یا آوردن مثال های دیگری نخواهد بود. من آمار ندارم مثلا بدونم که چند لیتر شیر مصرف میشه یا هر فردی مصرف میکنه، به ویژه کودکان که شیر رو برای رشد استخوان‌های خودشون تقویتش نیاز دارن. نمیخوام مقایسه بکنم با دوران پیشین، ولی همین یک نکته رو، ما در دوران حکومت پیشین به دانش آموزان در مدرسه یک لیوان، هر روز یک لیوان شیر میدادن. امروز کدام خانواده کارگر ایرانی میتونه 1 لیتر شیر بخره و چند قطرش رو به کودک خودش هدیه بکنه و بنوشانه؟ بله، ملت بزرگ ایران، ملت ثروتمند ایران، ملت مرفه ایران در گذشته امروز گرسنه‌تر میشه و این بیماری میاره، این عدم رشد میاره و این
نسل آینده ایران رو شدیداً به خطر میاندازه. بله، 10 کیلو گوشت هم که به هیچ کجا نمیرسه در سالهای اخیر شده 5 کیلو. رئیسی قول داده بود که 4 میلیون خانه بسازه و رفاه مردم ایران رو تأمین بکنه. دیگه صفه خون گرفته، حتی دیگه در هفته های اخیر صدای رئیسی شنیده نمیشه. خانم نگار، از سپاه پاسداران و موشک های جدیدش صحبت کردیم، به یک رویداد دیگه در همین زمینه اشاره کنیم، اونم حمله با پهپاد انتحاری علیه یک نفتکش در حوزه نزدیک به خلیج فارس که بخشی از مالکیت اونو یک سرمایه گذار اسرائیلی در اختیار داره. چرا حکومت توی این برهه از زمان که مورد تنفر فزاینده جهانیان قرار گرفته و به سقوط داره نزدیک میشه، چه هدفی رو داره با این وضعیت دنبال میکنه؟ چه هدفی در پیش گرفته؟ بله، من تصور میکنم که رژیم ایران با این رفتارش دو پیام میده، یکی به خطاب به ملت ایران و یکی خطاب به ملت‌های دیگر یا کشورهای دنیا. ببینید، در هفته‌های اخیر حتی اروپا هم، کشورهای اروپایی که در گذشته کم و بیش از حکومت حمایت میکردن و میکوشیدن که جلوی سقوطش رو بگیرن، الان به این حکومت پشت کردن. آلمان مثلا که یکی از مهمترین کشورهایی بود که ماشینالات و چیزهای صنعتی و مورد لزوم حکومت رو میفروخت و ازش عملا حمایت میکرد، الان خود سیاستمداران آلمان هم هر روز شدیدتر از گذشته علیه این رژیم سخن میگن. آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه میآید و چند تن از بانوان پیکارجوی ایران رو که صداشون در داخل کشور هم شنیده میشه به حضور میپذیره، اونها رو به شام دعوت میکنه و غیره و غیره. ما این حمایت رو هنوز از جانب بریتانیا نشنیدیم، ولی شاید این رو به حساب مشکلات سیاسی داخلی در بریتانیا بگذاریم. ولی مردم دنیا و کشورهای دنیا هم دارن دفاع خودشون و حمایت خودشون از مردم ایران رو بیان میکنن. بنابراین آسیب رساندن به یک نفتکش میتونه پیامش برای کشورهای دنیا این باشه که ببینید ما اسلحه داریم و میتونیم برای شما به شما آزار برسونیم، میتونیم اذیتتون بکنیم، میتونیم آزادی کشتیرانی رو در حوزه خلیج فارس به خطر بیاندازیم. و همین یکی دو هفته پیش بود که تهدید کردن که پایگاه‌های آمریکایی در حوزه خلیج فارس رو خواهند زد و عربستان رو هم دوباره هدف قرار دهند. خدا نکنه روزی بیاد که حکومت اعلام بکنه که بله ما بمب اتمی رو هم داریم. یعنی این سلاح‌ها رو و این آزار رسانی رو خطاب به کشورهای دنیا انجام میده که اونها رو از حمایت از مردم ایران باز داره. این پیام بیرونی این حمله و تعرضات. پیام داخلیش این است که مردم، ما نه فقط اعتنایی به خیزش شما نداریم، بلکه به فتنه‌گری های خودمون ادامه میدیم و ما در حال جنگیم و بنابراین حق داریم شما رو بکشیم، صدای شما رو خاموش بکنیم، به خاطر اینکه دشمن خارجی ما رو تهدید میکنه. یه نمونه، معمولا در گذشته همیشه میگفتن کار صهیونیست‌ها، کار دشمن، کار غرب، کار دیو و جن، که یک حادثه سوی در داخل ایران رخ داده. الان دیگه نمیتونن این خیزش مردمی رو به حساب دولت‌های خارجی بگذارن. بنابراین میاین و یک سلسله جنایاتی رو مرتکب میشن مثل شاه چراغ و بعد ادعا میکنن که داعش آمده این کار رو کرده، در حالی که خودشون هستن که این کارا رو میکنن که به حساب مردم بگذارن، به حساب دشمن خارجی بگذارن و ادعا بکنن که ما
در حال جنگیم، از موجودیت خودمون دفاع میکنیم و با این ادعا بیاین و مردم بیشتری رو بکشن. این به نظر من دو پیام برون مرزی و درون مرزی حمله به یک نفتکش هست که مسلماً بی جواب نخواهد بود. ببینیم که در روزهای آینده یا هفته های آینده چه رو خواهد داد. ما میخواهیم جوانانمون را از این سینماهایی که بود رها کنیم، مسلسل دست اونها بدهیم. ما میخواهیم جوانانمون را از میکده ها به میدان جنگ ببریم. اسلام در تمام اعصار با خون و با شمشیر و با اسلحه اسلام را پیش برد و نمایش پیدا کرد. بله، ما مرتجع هستیم، شما روشن فکر هستید، شما روشن فکر ها می خواهید که ما به 1400 سال قبل بر نگردیم. شما می ترسید که اگر ما جوانان را مثل 1400 سال قبل تربیت کنیم که با جمعیت کم دو امپراتوری بزرگ را به باد داد، ما مرتجع هستیم. ایالات متحده هم این حمله رو نکوهش کرده. آیا اسرائیل واکنش جنگی نشون خواهد داد؟ ببینید، من از زبان اسرائیل نمیتونم سخن بگم، ولی همین اشاره کوچیکی که قبلا کردم، مسلما این تعرض بی جواب نخواهد بود. اسرائیل چه خواهد کرد و چه هنگام انجام خواهد داد، این رو من نمیتونم پیش بینی بکنم و اگر هم میتونستم مسلما اینجا بیان نمی کردم. ولی به گذشته نگاه بکنید، ببینید که اسرائیل همیشه و در موارد قبلی با درایت و نقشه‌ریزی بسیار دقیق به حکومت ایران پاسخ داده. ما هنوز میبینیم که نه فقط در داخل ایران مردم رو میکشن، بلکه تلاششون برای کشتن اسرائیلی ها در کشورهای دیگر همچنان ادامه داره. ما گرجستان رو میشنویم، استانبول رو میشنویم که دوباره تلاش میکردن که اسرائیلی بکشن و این به این تلاش همچنان ادامه میدن، در حالی که همزمان مردم ایران رو هم میکشن که سرکوب کنن، خاموش کنن. این طبع و خوی عقربی است که مرتبا نیش میزنه، گاهی به خود ملت ایران و گاهی تلاش میکنه که به اسرائیل یا کشورهای دیگر نیش بزنه. خانم نگار، مسابقات جام جهانی فوتبال دو روز دیگه در دوحه پایتخت قطر آغاز میشه. گفته شده که ورزشکارای ایرانی در ابراز حمایت از مردم به پاخواسته کشور خودشون قصد دارن از خواندن سرود رسمی رژیم جمهوری اسلامی ایران سر باز بزنن. از سوی دیگه شنیدیم که خواننده مشهور بین المللی خانم شکیرا که همیشه گشاینده این رشته مسابقات بوده، این بار از حضور در مراسم گشایش خودداری کرده. چرا خانم شکیرا به تحریم دست زده؟ بله، خانم شکیرا تحریم کرده شرکت در مراسم گشایش این دور از بازی های فوتبال فیفا رو، جام جهانی رو، به این علت که 23 گروه فوتبال چند کشور جهان هم حکومت قطر رو تحریم کردن و برخی کشورها هم تحریم کردن، گرچه ورزشکاران همه کشورها در اونجا شرکت خواهند داشت. البته اسرائیل شرکت نداره به خاطر اینکه وارد دور نهایی مسابقات جهانی نشده بود، به خاطر اینکه قطر یک امیرنشین است که مردم خودش رو سرکوب میکنه، بر زنان تحمیل میکنه، علیه کارگرانی که از خارج میان تبعیض قائل میشه، در واقع اونها رو به مزدوری میگیره، یعنی با یک حقوق
بسیار کم آمدن و این استادیوم های بسیار پرشکوه رو در قطر بنا کردن و همین تحریم هایی که روز به روز گسترده تر میشه علیه قطر نشون میده که مردم دنیا نه فقط از مردم ایران حمایت میکنه، بلکه یک جنبش جهانی وجود داره علیه تبعیض ها نسبت به هر جنسیتی و هر قومی و هر گروهی و علیه دیکتاتوری. قطر در اوج آمادگی برای برگزاری مسابقات مورد تحریم قرار میگیره و این میتونه هشداری هم به حکومت ایران باشه که ورزشکارانش گفتن که ما اگر پیروز بشیم سرود رسمی حکومت ایران رو نخواهیم خوند. یعنی ورزشکاران هم دارن به خود ملت ایران میپیوندن. بفرمایید. بله، ورزشکارای اسرائیلی در مسابقات در قطر حضور خواهند داشت و قبلا شنیدیم که قطر با پرواز مستقیم از اسرائیل به دوحه برای تماشاچیای مسابقه موافقت کرده. این یک دستاورد دیپلماتیک برای اسرائیل یا علت دیگه‌ای داره؟ هر دوش درسته، یعنی مسلماً برای اسرائیل یک فرصت دیپلماتیک، یک دستاورد، به خاطر اینکه قطر در گذشته دور اجازه داده بود که دفتر بازرگانی اسرائیل در دوحه فعال باشه که بعد از مدتی بست. قطر که میخواد رهبر جهان عرب بشه یا رهبر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بشه و در واقع با عربستان هم مسابقه میده و رقابت میکنه، با حکومت ایران روابط دوستانه داره و میکوشه که مناسبات خودش رو با کشورهای دیگر توسعه بده. ورزشکار اسرائیلی در قطر نیست الان، بلکه دوستداران ورزش اسرائیل هستن که ارزیابی شده که 30,000 اسرائیلی میرن قطر که مسابقات رو ببینن و قطر این براش یک موفقیت، یک دستاورده، بنابراین اجازه داده که پرواز مستقیم باشه از اسرائیل به دوحه که این طرفداران ورزش بتونن بیان. ولی چند شرط رو قطر تعیین کرده، یکی این که هواپیماها اسرائیلی نباشند بلکه خارجی باشند، دوم این که در بین اون 30,000 اسرائیلی دست کم 3,000 نفر هم فلسطینی باشند که مستقیماً از طریق فرودگاه بین المللی اسرائیل بتونن به دوحه پرواز بکنن. شرط سوم قطر این بوده است که در دورانی که این مسابقات ادامه داره و قطر برای اینکه توجه جهانی متوجه این مسابقات باشه تعهد خواسته که اسرائیل به یک اقدامی دست نزنه که آشوب و اغتشاش یا تعرض و عملیات تروریستی فلسطینی ها رو به دنبال داشته باشه. در واقع خلاصه بکنم میتونم بگم که این بازی برد برد هست. اسرائیل یک گام دیگر در دیپلماسی پیش میره و قطر با این کار اولا به دستورات فیفا گردن میگنهه، چون فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال شرط کرده با قطر که به روی همه کشورها باز باشه. این بنابراین مجبور قطر و در ضمن با این کارش حمایت از فلسطینی ها را هم نشون میده و یک وزنه ای رو قرار میده در برابر تحریم های بین المللی سازمان های جهانی. برد برد هم برای اسرائیل و هم برای قطر. خانم نگار. آقای امیر، برگردیم به خیزش مردمی در ایران. تظاهرات سه روزه آبان ماه چطور برگزار شد؟ از نظر شما تا چه حد موفقیت آمیز بود؟ این تظاهرات رو چطور ارزیابی میکنید؟ من تصور میکنم بر حسب اخبار جسه و گریخته‌ای که از ایران میاد، چون خود شما بهتر میدونید که اینترنت رو قطع کردن ولی کور خوندن و هنوز کلیپ ها از ایران به
خارج مخابره میشه، پیام های صوتی مردم به خارج از کشور میرسه و در تلویزیون های فارسی زبان منعکس میشه. من فکر میکنم 3 روز گذشته بسیار بسیار موفقیت آمیز بود. دیدیم که اعتصاب های برخی گسترده، برخی محدود، تقریبا در همه شهرهای ایران برقرار بود و این میتونه یک آغازی برای ادامه این اعتصاب ها و اعتراض های سراسری باشه. دوباره میگم اعتراض ها و اعتصاب ها به ویژه اعتصاب ها میتونه پایه های حکومت رو لرزانتر بکنه و سقوط اون رو جلو بیاندازه و به همین علت، یعنی به علت موفقیت این فراخوان 3 روزه بود که همونطور که قبلا هم گفتیم 3 روز دیگر هم تمدیدش کردن. امیدواریم که این 3 روز آینده اعتصاب ها گسترده تر بشه و حکومت شاید از طریق اعتصاب ها درک بکنه که ما حکومت دیکتاتوری نمیخوایم، نمیخوایم این به گوششون فرو بره و اگر نه احتمال میره که فراخوان های بعدی هم باشه و این اعتصاب ها و اعتراض ها همچنان ادامه پیدا بکنه تا روزی که خبردار بشیم این حکومت فاسد و نالایق فرو افتاده، به زمین خورده و دیگر بر نخواهد خواست. خدای ولی جمال این نویهای خوب من درست کردم برای جشنواره جابر ابن حیان و میخوام الان برای اولین بار امتحانش کنم ببینم این کار میکنه یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. پس ما نتیجه میگیریم که این کار میکنه. آزمایش ما با موفقیت انجام شد. تیراندازی شروع میشه باباش. بعد بهش گفتم از کمربندی بریم باباش. رسیدیم اول شروع بودیم با کمربندی بودیم و بریم گفت نه بزن همین بریم بریم بعد یه سمت دیگه میریم. رفتیم 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 تا رسیدیم به الالعمر. جلو الالعمر دم در الالعمر همه لباسای گالی داشتن، این سمتش لباس شخصی بود. رفتیم تا جلوشون هم رد شدیم 100 متر بیشتر یکیشون داد زد روبرومون نزدیک 200 متر 300 متر جلوتر هم تمام مردم وایساده بودن، یکیشون داد زد برگردیم. میدونیم کیان چی گفت؟ داد زد بجرم گفت بابا این نفر رو به پلیسا اعتماد کن برگرد، خوبیمونو میخوان. انسان در جا دور زد، همون رامسه دور زد برگشت به سمت پلیسا چون شیشه ها بالا بود. رسیدیم سمت بجرم نمیدونم فکر هم میخوان تیرانده کنم یا هرچی، ماشین رو به رگبار بستن. بچه ها برید زیر صندلی، برید زیر صندلی اگه تیر خورم سرمش بر ندار. کوچیکم زیر داشبورد بود، اونو نمیدونم چطوری نرم، تو پل بود زیر صندلی نرم. ماما زیر زدن شوهرم 10 بار زیر زد، من فکرم بترسه اون تیر خورده بود. من در رو باز کردم گفتم آقا 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 نزنی نزنی، زن و بچن کچیکم و در رو بردن بردن داخل لالعمر. گفتم که همون 3 نفر که تو ماشینمون همون 3 نفر بچه هم بردن بیمارستان. بعد خودشون میگفتن بچه های خودمون بردن، بچه های خودمون بردن، شدی خودشون جامعه خود نیروهای نباشخصی بچه هم بزنن. بس سلام درود احمد. یه نکته دیگه این هست که در 40 قتل هر ایرانی مردم خشمگین تر از گذشته یاد اون عزیز رو گرامی می‌دارن. در گذشته همچین چیزی نبود. نظر شما چیه؟ بله اگر میگی در گذشته و منظور در دوران پیش از آمدن روح الله خمینی به ایران بود، نه وجود داشت. در دوران شاه هر بار که راست یا دروغ فردی به دست
ماموران انتظامی رژیم کشته میشد، 40مش رو وسیله قرار میدادن که اعتراضهای مردمی و نارضایی نسبت به رژیم رو بیش و بیشتر بکنن. به خوبی به یاد دارید، شاید شما هنوز خیلی جوان بودید در آن دوران، ولی فرض کنید که در قم اگر یک آخوندی در تظاهرات کشته میشد، 40مش رو در ابعاد گسترده در تبریز برگزار میکردن و اون موقع اعتراض ها رو بیشتر میکردن. اینها تابوت ها رو دوش میذاشتن به دروغ، بدون اینکه جسدی درش باشه، توی خیابون ها میگردوندن و میگفتن که شاه آدم کشت. حالا برمیگردیم به حکومت کنونی، قبلا هم بهش اشاره کردم. الان دیگه مردم وقتی که یک فرزند دلبندشون جان میوازه به دست حکومت و در اثر اصابت گلوله های رژیم، دیگه سکوت نمی کنن، عزاداری به راه می اندازن، از تهدیدهای رژیم نمی ترسن. و بعدم 40م اون فرد جان باخته، به ویژه کودکان رو و خانم ها رو، با ابعاد گسترده تر برگزار می کنن و خشم خودشون رو شعله ورتر می کنن و رژیم دیگه داره تسلط خودش بر اوضاع رو از دست می ده. بله، این 40م ها خیلی مهمه و میتونه یک وسیله بیشتری باشه برای افزایش فشار و اعتراض مردم نسبت به حکومتی که باید برود و مطمئن باشید خواهد رفت. بفهمید. یه نکته جالب دیگه آقای امیر، در خیزش این بار مردم ایران هنرهای تازه‌ای به وجود آورده که شاید بشه اسمشون رو هنر انقلابی گذاشت. آیا شما هم همین احساس رو دارید؟ بله، کاملا. ما می‌بینیم که هرچه زمان می‌گذره ترانه سرودهای بیشتری در حمایت از انقلاب مردمی ساخته میشه و اجرا میشه و همون سرود آزادی، ببینید اون الان به سرود ملی ایرانیان، به سرود ملی تظاهر کنندگان و معترضین مبدل شده و به دنبال اون هنرمندان، آهنگسازان، خواننده ها به حرکت آمدن و میخوان نقش خودشون رو در حمایت از خیزش مردمی ایفا بکنن و الان سرودهای بسیاری در دو ماه اخیر به بازار آمده و شنیده میشه و بعضی از اونها هم بسیار بسیار زیباست. همچنین میبینیم هنر نقاشی رو که روز به روز نقاشی های بیشتری از جان باختگان، از معترضین، از تظاهر کنندگان دیده میشه. هنر دیوارنگاری در ایران گسترش پیدا کرده. مردم میآیند، نه فقط شعار مرگ بر دیکتاتور روی دیوارها نقش میکنن، بلکه نقاشی های انقلابی میکنن. اینها همه به زودی تئاتر، هم مطمئن باشید که تئاترهای به صحنه خواهد آمد که حمایت از انقلاب و بوی انقلابی میده. بله، این انقلاب، این خیزش مردمی هنرهای تازه‌ای رو هم به وجود آورده و یا هنرهای موجود رو شکوفا ترش کرده. بفهمید. بله، در دو ماه گذشته هزاران کلیپ از داخل ایران به خارج فرستاده شده که واقعیات خیزش مردمی رو به خوبی نشون میده. همچنین اکثر تلویزیون‌های فارسی زبان هم بخش‌های زیادی از برنامه‌های خودشون رو به انتشار گزارش‌های مربوط به خیزش مردمی اختصاص دارن. بفرمایید. بله، کاملاً درست میگید. در حدی که تلویزیون ایران اینترنشنال تقریبا 24 ساعت و تقریبا به طور انحصاری اخبار مربوط به خیزش مردمی رو پخش میکنه و این فکر میکنن که نقش مهمی در تداوم و شعله ورتر کردن خشم مردم ایفا میکنه. همچنین بی بی سی، همچنین صدای آمریکا و همچنین بسیاری یا شاید تقریبا همه تلویزیون های اینترنتی که
در سراسر دنیا وجود داره. همه خشم مردم رو بیان میکنن، حکومت آمد و اینترنت رو قطع کرد یا تضعیفش کرد که نتونن کلیپ ها رو بفرستن، ولی همیشه شیوه های دیگری هم یافت میشه که از طریق اونها، همونطور که گفتید این کلیپ ها تقریبا فکر میکنم بیش از 100 کلیپ در روز به خارج از ایران میرسه و در رسانه های جهانی به ویژه فارسی زبان ها بازتاب پیدا میکنه و برمیگرده به داخل ایران. مردم ایران میبینن که تلاش اونها چه بازتاب گسترده‌ای در دنیا داشته و این یک تشویق بزرگ است. بی جهت نیستش که رژیم ایران میآید و خانواده های کارمندان تلویزیون ایران اینترنشنال رو تهدید جانی میکنه و حتی پلیس بریتانیا هم به این کارمندان در لندن هشدار میده که مواظب خودتون باشین که مبادا هدف تعرض قرار بگیرید. گفته میشود که پول اداره کردن این تلویزیون رو یک دولت خارجی میده، یک دولتی که حکومت ایران علنا گفته است که ما رژیمش رو نابود خواهیم کرد و حکومتی که پول نفتی فراوان داره و یک مقدار بسیار بسیار کمیش رو اختصاص داده به اینکه مردم ایران رو علیه این رژیم بشورانه و میبینیم که دارن کار موفقیت آمیزی رو انجام میدن و آفرین به همه آنانی که صدای مردم ایران رو، صدای اعتراضشون رو به گوش جهانیان میرسونن و همچنین به گوش ایرانیان در سراسر دنیا و حتی در داخل کشور. آفرین خانم نگار. به پایان برنامه نزدیک میشیم ولی هنوز فرصت داریم درباره اسرائیل ازتون پرسش کنیم. بفرمایید، کابینه آقای نتانیاهو تشکیل شد. آقای بنیامین نتانیاهو هفته پیش برنده انتخابات در اسرائیل اعلام شد. بله، پاسخ این است که نه، هنوز احزابی که قراره در ائتلاف آینده آقای نتانیاهو شرکت کنند در مورد تقسیم وزارتخونه ها و تعیین هدف های دولت آینده به توافق نهایی نرسیدن، بالاخره خواهند رسید. معمولا وقتی که رئیس جمهوری فردی رو برای تشکیل کابینه آینده مأمور میکنن، 3 هفته بهشون وقت میدن و اگر نتونستن 2 هفته دیگه هم تمدید میشه و آقای نتانیاهو وقت کافی داره، ولی اول میخواست که روز چهارشنبه گذشته، یعنی 2 روز پیش، دولت خودش رو معرفی کنه که موفق نشد. اختلاف ها در داخل احزاب ائتلافی ادامه داره، هر حزبی سعی میکنه که بیشترین کرسی ها رو، بیشترین وزارتخونه ها رو در اختیار بگیره. وزارت دفاع اسرائیل بسیار مهمه و یک حزبی که راستگرای میتونیم بگیم افراطی هست میگوید که وزارت دفاع باید در اختیار ما باشه، که آقای نتانیاهو حاضر نیست که این خواسته رو بپذیره و تلاش میکنه که پست وزارت دفاع در داخل حزب لیکود بمانه و به احزاب دیگر سپرده نشه. امیدواریم که هفته آینده کار تشکیل دولت به انجام برسه و ما یک دولت با ثباتی رو داشته باشیم که بتونه نبود یا کمبود نخست وزیر یا حکومت رو در 3-4 سال اخیر جبران بکنه. خانم نگار. آقای امیر، پرسش پایانی ما درباره یک حمله تروریستی تکان دهنده در اسرائیل در هفته گذشته هست که طی اون یک فلسطینی آدمکش با چاقوی برنده به چند شهروند بیگناه در ایستگاه پمپ بنزین در شهری بین مرزهای اسرائیل و کرانه باختری حمله کرد و 3 نفر رو کشت. این جنایت، و بهتر بگیم این جنایت ها، این جنایات چه هنگام پایان خواهد گرفت؟ ببینید، شوربختانه در 1-2 سال اخیر تعداد تعرض های تروریستی
بیش و بیشتر شده با در پاسخ به همه اونهایی که میگوین اسرائیل با خشونت رفتار میکنه در برابر فلسطینی ها. ببینند اونها هستن که جنایت میکنن، نه اونها. بسیاری از فلسطینی ها، حدود 70,000 فلسطینی روزانه از کرانه باختری و برخی از اونها از نوار غزه میاین در داخل اسرائیل کار میکنن، حقوق خیلی خوبی دریافت میکنن، پولش رو میفرستند یا میبرن با خودشون به برای خانواده هاشون و در واقع معاش خودشون رو از اسرائیل تامین میکنن. ما نمیگیم همه فلسطینی ها، ولی ترور فلسطینی، حماس، جهاد اسلامی و گروه هایی که اخیراً به وجود آمدن و از حمایت مالی گسترده رژیم ایران برخوردار هستند، دست از آدم کشی بر نمی دارن و اسرائیلی ها با یک دست با ترور فلسطینی مبارزه می کنن و با دست دیگر کشورشون رو می سازن و رفاه مردمشون رو تامین می کنن. ببینید در کشوری مانند اسرائیل که دائما باید مواظب ترور فلسطینی باشه، سطح زندگی مردم تا چند اندازه بالا رفته و اسرائیل امروز از نظر اقتصادی یکی از قوی ترین کشورهای دنیاست. ترور فلسطینی ادامه داره و حتی میکوشن که بیشتر بشه، ولی اسرائیلی ها عادت کردن، از خودشون دفاع میکنن، زندگی خودشون رو ادامه میدن، پیشرفت کشورشون رو امکان پذیر میسازن و ترور فلسطینی در واقع فقط جز خونریزی و آدم کشی و سخت‌تر کردن شرایط زندگی خود فلسطینی ها هیچ دستاورد دیگری نداشته. خانم نگار، آقای امیر، پیش از خداحافظی نمیتونیم از مطرح کردن این پرسش خودداری کنیم و اون درخواست ایالات متحده برای آغاز تحقیقات رسمی درباره چگونه کشته شدن یک خانم روزنامه نگار فلسطینی شیرین ابو عاقله هست که تابعیت آمریکایی هم داشت. ماجرا رو ممنون میشیم به اختصار بگید برامون. بله، به اختصار این است که چند ماه پیش یک درگیری مسلحانه بین سربازان اسرائیلی و تروریست‌های فلسطینی در کرانه باختری رخ داد و خانم شیرین ابو عاقله که خبرنگار محبوب و موفق شبکه تلویزیونی الجزیره وابسته به حکومت قطر بود در اونجا حضور داشت و در جریان تبادل آتش بین اسرائیل و ترور فلسطینی یک گلوله هم به او اصابت کرد و باعث مرگش شد که خشم جهانی رو برانگیخت. گرچه کشته شدن خبرنگاران در جریانات جنگی چیزیست که دست کم دهم موردش در سال در برخی کشورهای دنیا رخ میده و مسلما این شیرین ابو عاقله هم استثنا نبوده. اسرائیل بررسی کرد، تقریبا معتقد شد که او از گلوله اسرائیلی کشته شده و جریان رو بررسی کرد و و غیره و غیره. حالا دولت ایالات متحده میاد و میگوید که باید اسرائیل به ما اطلاع بده، ما یا ما میخوایم بررسی بکنیم که اون سربازی که این گلوله رو شلیک کرده کی بوده، ولی دولت اسرائیل قاطعانه اعتراض کرده به ایالات متحده که ما خودمون بررسی های لازم رو انجام دادیم، نیازی به دخالت یک کشور خارجی نیست. و درسته که شیرین ابو عاقله تابعیت آمریکایی هم داشته، ولی این حادثه در اسرائیل اتفاق افتاده در جریان مبادله آتش با ترور فلسطینی و ما اقدامات لازم رو انجام دادیم. اجازه نخواهیم داد به آمریکا که بیاید و در امور داخلی اسرائیل دخالت بکنه. جان سرباز اسرائیلی برای ملت اسرائیل بسیار عزیزه. اگر سربازی گلوله‌ای شلیک کرده که اشتباهاً
یا اتفاقا به این خانم اصابت کرده، این در جنگ بسیار اتفاق میفته و وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که ما جان سرباز خودمون رو به دست یک کشور بیگانه حتی ایالات متحده نخواهیم سپرد. و این اختلافی است که بین اسرائیل و ایالات متحده است. البته دولت آمریکا هم به اسرائیل اطلاع داده که نه، ما قصد جدی نداریم، این تصمیمی است که در وزارت دادگستری آمریکا گرفته شده، یک امر روتین یعنی عادی بوده و وزارت خارجه آمریکا باید تایید بکنه و اجازه این بررسی رو بده که نداده. به هر حال این یک درگیری کوچک بین اسرائیل و ایالات متحده است. و ببینید که یک خانم خبرنگار در جریان درگیری های مسلحانه بین ترور فلسطینی و سرباز اسرائیلی کشته میشه و چه هیاهویی رو در دنیا به راه میاندازه، و این در حالی که حکومت ایران به سوی مردم غیر مسلح، مردم آزادی خواه ایران آتش میگشاید و دسته دسته اونها رو میکشه، کودکان رو میکشه. و ما انتظار داریم که دنیا با قاطعیت بیشتری با این رژیم جنایتکار و کودک‌کش روبرو بشه. خانم نگار، آقای امیر، هنوز قصد خدافظی نداریم چون در ایالات متحده خبرهای مهمی منتشر شد و اون پیروزی جمهوری‌خواها در انتخابات میان دوره‌ای هست. بفرمایید. بله، پیروزی جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان ایالات متحده خبر خوشی است برای همه طرفداران حزب جمهوری‌خواه در ایالات متحده، گرچه سنا هنوز اکثریتش در دست دموکرات‌ها باقی مونده، ولی در مجموع این دستاورد بزرگی بود برای جمهوری‌خواهان که دولت پرزیدنت بایدن رو متهم می‌کنن که در دو سالی که از ریاست جمهوریش گذشته نتوانسته خواسته های مردم رو به عملی بکنه و کارایی زیادی از خودش نشون نداده، و همین میتونه زمین ساز برای پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری در دو سال دیگر باشه. و همین که پرزیدنت ترامپ پس از این موفقیت می آید و رسما اعلام میکنه که بله، من در برای انتخابات دو سال دیگر ریاست جمهوری نامزد شدم، این میتونه خبر خوشی باشه برای بسیاری از مردم ایالات متحده و به خصوص برای مردم ایران که دوران قاطعیت پرزیدنت ترامپ علیه رژیم اسلامی رو به خوبی به یاد دارند و آقای بایدن اون قاطعیت رو نشان نداد. میتونه خبر بسیار خوشی باشه برای بسیاری از مردم اسرائیل که خدمات پرزیدنت ترامپ رو از یاد نبردن، که بنیانگذار طرح پیمان ابراهیم بود، طرح صلح بین اسرائیل و شماری از کشورهای عرب، و همچنین سفارتخانه ایالات متحده رو از تل آویو به اورشلیم منتقل کرد. و اگر پرزیدنت ترامپ در قدرت باقی میموند و آقای بایدن انتخاب نمیشد، یعنی آقای ترامپ 4 سال دیگر فرصت داشت، مسلماً حمایت و پشتیبانی فعالتری رو نسبت به خیزش مردمی در ایران نشان میداد و همچنین در مورد اسرائیل و کشورهای عرب هم میتونست برای برقراری آرامش و پیشبرد صلح بین این دو طرف دستاوردهای تازه‌ای داشته باشه. ببینیم که دو سال دیگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده چه خواهد بود. خانم نگار، خیلی ممنون آقای امیر که آدینتون رو با ما بودید. برای همگان بهترین آرزوها رو داریم. با آرزوی موفقیت و پیروزی برای مردم ایران تشکر میکنم.
تا هفته آینده خداوند یار و یاور شما و به آرزوی موفقیت برای خیزش مردم ایران. آدینه با آقای منشه امیر، میزبان خانم نگار نازنین.